چون حفظ قرآنیشون به گونه ای بود که کلمات قرآن رو هر کس میگفت این جزء قرآنه یا نیست فوراً متوجه میشد. از اول قرآن میخوندن به آخر قرآن، از آخر میخوندن به اول، از وسط به اول، از وسط به آخر. غیر از حفظ قرآنی بود که بعضی حفظ میشن و به اصطلاح میتونن به یک وضع خاصی بخونن. ایشون اینجوری قرآن از حفظ کرد. افراد حافظ القرآن از زمان رسول خدا تا حالا خیلی زیادن. حتی بو علی سینا در شرح حالش نوشته که حافظ القرآن شد در سن 10 سالگی، اما رفت خواند و زحمت کشید و حافظ القرآن شد. اما کربلای کاظم از غیب حافظ القرآن شد. چیزهای عجیب و غریبی در ذهن شد. اون که رسیدگی کردیم، تحقیق کردیم و چی بود؟ یه حالت حصولی بود، نه تحصیلی. یعنی یک باره به این شغل وارد شدم. بعد خود من میدیدم که قرآن رو از اول میخوندن میرفتن آخر، یه سوره رو از اول میخوندن میرفتن آخر، از آخر میخوندن میومدن اول. من براشون گفتم سوره مریم چند آیهش از اون آخر بخونید، دیدم این کار انجام میده. این یه کاریش که اصلا نشدنی هست، یعنی مغز انسان اجازه نمیده. شما وقتی سوره حمد رو هم که این همه میخونید اگر بگن از آخر بخونید امکان پذیر نیست و انسان نمیتونه بخونه. این لذت بخش بود. یه آیه قرآن میخوندیم، میخوندن دیگران و ما و دیگران، این باز میکرد قرآن، انگوش میذاش روش. این از حافظ قرآن خیلی مهمتره. و فردی بود که هیچ کتاب دیگری غیر قرآن نمیتونست بشناس. و اگر تو هر کتابی آیه قرآن بود میگفت این آیه قرآنه، بقیه اونها رو اصلا خطوط الفبا رو بلد نشد و بلدم نبود. این رو هم عرض کنم که کربلای کاظم، مرحوم کربلای کاظم، قرآن رو به صورت روشن میدیده است، یعنی تصویر میدیده است، یعنی کلمات رو وقتی که میخواسته است بخوند کلمات رو میدیده است، یعنی رؤیت میکرده است. هر کتابی را که ایشان باز بکنه یک نصف آیه قرآن هم در اون کتاب باشه، ایشان فوری انگوش روی اون خط میگذاشت بدون اینکه هیچ سوادی ایشان داشته باشه. در روزنامه، در هر کجا که بوده است، اگر یه آیه قرآنی بود میگفت اینجا قرآن است. میگفتن شما چطور میفهمی که این قرآن است؟ میگفت این رنگ سبز دارد، نمیدرد.